ضخامت اوضاع اوکراین و اختلاف عمیق هواداران روسیه و طرفداران غرب در آن کشور، گفتگوهای بزرگترین کشورهای صنعتی جهان موسوم به G7 را تحت تأثیر قرار داده است. در نشست دو روزه این کشورها، مسائل مربوط به انرژی، اقتصاد و ادامه همکاری با روسیه با توجه به بحران اوکراین همزمان بررسی خواهد شد. در همین حال، سازمان ملل متحد نیز از طرف‌های درگیر در اوکراین خواسته است که به مقررات آتش بس احترام بگذارند و از درگیری پرهیز کنند. اما نهاد ناظر بر صلح در اوکراین می‌گوید خشونت و تنش در شرق اوکراین افزایش یافته است. Our assessment from the ground is that tension levels have increased. ارزیابی های ما از جبهه درگیری این است که تنش ها افزایش یافته و خشونت ها تکرار می شوند. خصوصا استفاده از موشک های گراد و آغاز به کار راکت های چند مرحله ای موجب نگرانی است. بنا به گزارش ها روز جمعه تبادل آتش بین شورشیان و نیروهای دولتی اوکراین شدت گرفت و موجب تردید مردم در اجرای توافق های قبلی برای خروج نیروها از شرق اوکراین شد. ما از ابتدا نباید توافق مینسک رو میپذیرفتیم. برای چی؟ غیر از این شد که ارتش اوکراین جایگاه خودش رو تقویت کرد. من تازگی از جاده های ماریوپول عبور کردم و همه جا مملو از مهمات سنگین و نظامیان دولتیه. اونا هرگز عقب نشینی نمی کنن. در همین راستا در سازمان ملل هم سفرای اوکراین و روسیه گفتگوی تندی بر سر مسئولیت شروع مجدد درگیری‌ها داشتند و سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز افزایش تنش‌ها در اوکراین را ناشی از حمله جدایی طلبان هوادار روسیه دانست. خانم پاور گفت قرار است این هفته برای گفتگو با مقام‌های اوکراینی و بررسی اوضاع از نزدیک به کیف برود.